سال 1597 یک ژنرال ژاپنی که نهایتاً 19 سالش بود به خاطر شکست نظامی تحقیر شد. اسم این فرمانده هیدیاکی بود. 21 اکتبر 1600 در میانه جنگ ژنرال لیاسو به کماندارانش دستور میده تا به یکی از متحدینشون شلیک کنن. 3 سال بعد لیاسو تبدیل به شوگان میشه. شوگان به فرد نظامی میگفتن که قدرت داشت و به نوعی فرمانده کل مردم بود، اما با امپراتور ژاپن فرق میکرد. این 3 رویداد کاملا مرتبط باعث هدایت ژاپن به یک کشور متحد و 250 سال صلح مدنی شد. اما چطور؟ در این ویدیو از پاراگراف به عصر سامورایی ها و سینگوکو میپردازیم. قرن 17، سرزمینی پوشیده از کوه و پر از زمین لرزه که از جزایر زیادی تشکیل شده، سرزمین ژاپن، دوره سینگوکو و سامورایی ها. در این دوره ژاپن یک تمدن بزرگه. بیش از 10 میلیون نفر در 3 جزیره اصلی هونشو، کیوشو و شیکوکو زندگی می کنن. در این سرزمین هیچ چیز با ارزشتر از برنج نیست. اون زمان برنج پایه و اساس نظام اقتصادی و اجتماعی کل ژاپن بود. هر کس زمین بیشتر و بزرگتری برای کشت برنج می داشت، قدرت بیشتری هم توی اجتماع داشت که به این افراد دایمیو می گفتن. این دایمیوها اربابان محلی با قلعه ها و ارتش های خودشون بودن. اکثریت زمین های کشور متعلق به اونها بود. اونا خیلی هم قدرتمند بودن. در ژاپن امپراتور به نوعی رهبر معنوی و نمادین بود. قدرت دست همون شوگان ها بود. از طرفی دولت برای حفظ تعادل قدرت مرکزی رو به شوگان داد و قدرت محلی رو به دست دایمیو سپرد. اما برای رسیدن به این تعادل یک مهره پایانی برای جامعه ژاپن نیاز بود. یک طبقه نظامی از جنگجویان حرفه‌ای که سامورایی ها بودن. در مقایسه ژاپن و اروپای قرون وسطا هر دو حاکم داشتن، ولی اختیاراتشون کاملا متفاوت بود. مثلا در فرانسه پادشاه قدرت مطلقه، تمام اختیارات رو در دست داره، اما در ژاپن امپراتور به نوعی نماینده است، قدرت دست کسانیه که زمین دارن. اروپا قدرت رو پیوندهای خانوادگی رقم می زدن، ولی در ژاپن طایفه ها. ماشینالات در ژاپن توسعه نیافته بود، به همین دلیل قلعه های سنگی در اروپا فقط نمونه های چوبی در ژاپن داشت. اما شوالیه های اروپا و سامورایی های ژاپن چند نقطه مشترک داشتن. به یک پروردگار وفادار بودن و افتخارشون پوشیدن شمشیر یا کاتانا بود. اما تفاوت عمده در نگرش سامورایی ها بود. یک سامورایی نمیخواست زیر بار بی آبرویی بره. اگه شکست میخورد خودشو میکشت. برای یک قرن ژاپن چیزی بجز جنگ نمیشناخت. جنگ داخلی باعث به آتش کشیدن قلعه ها و درگیری های قبیله ای شد. به این بخش از زمان دوره سینگوکو میگفتن. درگیری و خیانت بخشی از کشور شده بود. بدون یک شوگان قدرتمند که ژاپن رو اداره کنه، فقط جنگ سالاران بودن که سود می بردن و برای برتری هم با هم می جنگیدن. در نهایت یکی از فرماندهان جنگ موفق شد تا اون درگیری ها رو متوقف کنه. مردم رو طرفدار خودش کرد و رئیس دولت شد. اما صلح برای ارتشی که تازه جنگ داخلی رو تموم کرده معنایی نداره. بعد از یک قرن مبارزه داخلی اونا فقط جنگ رو می شناسن. برای جلوگیری از جنگ در داخل کشور، سربازان به خارج از کشور اعزام شدند. بنابراین ژاپن تصمیم گرفت به یک دشمن قدیمی یعنی کره حمله کنه. این لحظه ایه که 3 موقعیتی که اول ویدیو تعریف کردم وارد صحنه میشن. تهاجم به کره یک شکست بزرگ رو ثابت میکنه. فرماندهان و به ویژه هیدیاکی جوان رسوا شدن. هیدیاکی بی تجربه بود و قربانی مانورهای سیاسی میتسوناری فرصت طلب شد و به شدت از طرف میتسوناری تحقیر میشه. حالا فقط میتونه تنها یک مرد رو پیدا کنه که ازش دفاع کنه. استاد لیاسو، بزرگترین فرمانده سامورایی و یک ژنرال بسیار خوششانس در بین مردم که از هیدیاکی دفاع میکنه. در همین زمان بود که رئیس دولت بیمار میشه و میمیره.
پسرش که برای حکومت هنوز خیلی جوان بود نمیتونست از مانورهای سیاسی و نظامی جلوگیری کنه و مبارزه اینجا برای قدرت شروع میشه. میتسوناری خودش رو محافظ وارث پسر رئیس دولت اعلام میکنه، اما لیاسو که میدونه این کار فقط برای فریبه تصمیم به شورش میگیره. دوباره کشور وارد هرج و مرج میشه. کشور به دو دسته نیروهای وفادار که میتسوناری بود و ارتش شورشیان که لیاسو بود تقسیم میشه. جنگ چندین هفته طول میکشه. روستایی به نام سکیگاهارا جاییه که رویارویی نهایی اتفاق میفته و این رویارویی هم به نبرد سکیگاهارا معروفه. سربازان لیاسو خسته شدن، در مرکز دره موزه میگیرن. چند شب قبل لیاسو نامه ای از هدیاکی که برای میتسوناری میجنگید دریافت میکنه. در این نامه ژنرال هدیاکی میگه قصد داره در میانه نبرد طرف جنگ رو عوض کنه و به جای جنگیدن برای میتسوناری برای لیاسو بجنگه. تا اینکه شب حمله فرا میرسه، میتسوناری که شورشیان رو ضعیف شده میبینه دستور حمله میده، اما هدیاکی به همراه 15,000 سربازش تکون نمیخورن. حالا رهبر 19 ساله هدیاکی آینده ژاپن رو در دستانش داره. باید یک انتخاب وحشتناک بکنه. یا باید از دستور میتسوناری که روزی به شدت تحقیرش کرد پیروی کنه، یا باید برای دفاع از لیاسو، کسی که همیشه ازش حمایت میکرد، قدم برداره. اما لیاسو کسی نیست که منتظر تصمیم هدیاکی بمونه. دستور شلیک به سربازان دشمن رو میده، ولی هدیاکی به جای ضد حمله حرکتی انجام نمیده. به لطف خیانت هدیاکی لیاسو و سربازانش پیروز میدان میشن، ولی اینجاست که لیاسو دستور میده که به هدیاکی هم شلیک کنن. بعد از 6 ساعت نبرد و 30,000 کشته، خونین ترین نبرد در تاریخ ژاپن رقم میخوره. بعد از شکست میتسوناری دستگیر و سربریده میشه و حالا لیاسو، این سامورایی بی‌رقیب، شوگان جدید ژاپن میشه. در سال 1603 عنوان شوگان رو از دست خود امپراتور دریافت میکنه. لیاسو با اقتدار زیاد یک دولت واقعی میسازه و از ژاپن در برابر جنگ داخلی محافظت میکنه. برای مهار قدرت اربابان محلی یا همون دایمیو دستور میده که خیلی از قلعه ها رو نابود کنن. برای کنترل بهتر دایمیو بهشون دستور میده که به ادو که پایتخت جدید بود نقل مکان کنن. شهر ادو همون توکیوی امروزیه که در سال 1868 اسمش به توکیو تغییر کرد. در کنار این کارها مرزهای کشور تقویت شدن. معادن و تجارت خارجی تحت کنترل مستقیم لیاسو قرار گرفت و شهر و کشاورزی توسعه پیدا کرد. لیاسو 250 سال صلح و توسعه رو برای ژاپن به ارمغان آورد و دوره سلطنت سامورایی در ژاپن شروع شد. اگرچه دوره لیاسو و پایتختی ادو دوره صلح طولانی بود، اما سایه های تاریکی هم بر ژاپن داشت. 50 سال قبل از نبرد سکیگاهارا، یک کشتی پرتغالی برای اولین بار وارد ژاپن شد. با خودش سلاح گرم و دین مسیحیت رو به ارمغان آورده بود. طولی نکشید که اون سلاح به یک ابزار ضروری در میدان جنگ ژاپنی ها تبدیل شد و 300,000 ژاپنی هم مسیحی شدن. لیاسو بعد از اینکه برای اولین بار روی خوش به مسیحیت نشون داد، اما بعد از مدت کوتاهی اونو ممنوع کرد و هر کسی که در برابر فرمانش مقاومت میکرد رو اذیت میکرد. بعد تمام اروپایی ها رو از زندگی در ژاپن محروم کرد. ژاپنی ها دیگه اجازه خروج از کشور رو نداشتن و تجارت خارجی هم ممنوع شد. اما دو قرن بعد در جولای 1835 4 کشتی جنگی آمریکایی وارد بندر توکیو شدند و امپراتوری رو وادار به آزاد کردن تجارت کردند. بنابراین دروازه های ژاپن دوباره به روی تجارت باز شد. اگرچه دوره ادو، یعنی دوره‌ای که توکیو اسمش ادو بود و پایتخت ژاپن بود، دوره صلح و توسعه بود، اما همچنان عصر انزوا و نجات پرستی هم بود. تاریخ نشون داده که معمولاً قدرت و طمع پادشاهان در کنار پیشرفت یک کشور بدنامی‌هایی رو هم رقم می‌زنه. در تاریخ از این نمونه‌ها زیادن. اسکندر مقدونی که دوست داشت امپراتوری جهانی بسازه و همه مردم برابر باشن، تخت جمشید رو به آتش کشید. سزار که روم رو به امپراتوری رسوند و رفاه مردم رو ساخت، باعث جنگ داخلی و شدید توی کشور شد.
ایالات متحده که ادعای آزادی و رفاه داشت تنها کشوری شد که از بمب اتم استفاده کرد. استالین که با نازی‌ها جنگید و کشورش رو متحد کرد، میلیون‌ها نفر رو کشت و کلی نمونه‌های دیگه که در تاریخ هست و نیازی به اشاره ندارن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدئوی بعد.